شنوندگان عزیز سلام بر شما شما شنونده نادس شهر 5 یاران اف هستین صبح بخیر هموطن هم این بمیرید که صحت سر حال باشین روز خوب آغاز کرده باشین سلام به با سلام به خودت سهیل ان شاء الله که همه دوستای بیننده و شنونده ما خوب باشن تا آخر برنامه بتونیم با خود داشته باشیم ایشان و امروز هم مهمان داریم بله آ... پیشتر همکار ما گیتی جان اشاره کرد به موضوع و اونا هم تماس را داشتن از امه. بیننده ها بلی. و ما هم می خوایم که تماس داشته باشیم امه. ولی قبل از اینکه تماس داشته باشیم مهمان خود معرفی میکنیم اینا هستن محمد آسمان عدیر و در رابطه بمی استفاده پول های خارجی در ولایات مختلف ما کشور ما است چقدر میتونه که پیامت های منفی داشته باشه این همه گپا رو می باشیم ولی فراموش نکنید 0707 95 95 شما ما است تلفن میشه که شما هم نظریات تانه داشته باشین گفتنی های تانه چی شدید تانه سوال داشته باشین آقای عدیر در خدمت هست شما خیلی خوش آمدین خوش آمدین صبح شما بخیر تشکر صبح شما بخیر و صبح شنوانده های جادی وریانا با خیر تشکر میکنم خوشحال هستم امروز شما را داریم بزرگترین فیلم استیشن است 985 در 34 ولایت صدا شما را امروز میشنوند و کسایی که از پول خارجی استفاده میکنن به جای پول افغانی در رابطه صحبت میکنیم و چی پیامت ها را داره و چی مشکلات به بار میاره اگر ما از پول افغانی به جای پول خارجی استفاده بکنیم چقدر به خود ما خوب است و به هویت ما خوب است صحبت ها را میکنیم و اینه بفهمیم سهل که منشی از کجا سرچشمه میگیره کی ها هستند که نمی مرأverts ساختن که باید از پولای خارجی بله. استفاده شود. در آغاز بپرسیم چرا در بیشتر ولایتی که مرز با پاکستان است از پول کلدار استفاده میشه بیشتر؟ آه. آه. بازی که چرا در ولایت های که مرز با پاکستان داره در اونجا بیشتر از کالدار استفاده میشن یکی از ایلت های امدهشی است که اونجا زمانی که اجناس کالا را خریداری میکنن کالا را میگیرن همیشان با کالدار میگیرن و پس اینا هم میخواین که به طور عادی پس با کالدار بفروشن یکی از ایلت های شان این هستن که با کالدار اینا خریداری میکنن و پس با کالدار اینا می فروشن ولی در سایر کشورهای دیگه پیشرفته یک چی وجود دارن که خود سیستمی وجود داره که خود بانک مرکزی کشورهایشان و اینا تمام پولهای یا کرنسیهای خود کشورشان در دست خودشان می باشند و همچنان اگر دلار و یا کالدار دیگه باشن که زمانی خریداری و خرید و فروش یا تجارت بین بله. کشورها صورت می گیرن اینا از طرف بانک مرکزیشان تنظیم میشن یعنی پولشان اینجا با بانک مرکزی تجار میتن زمانی که میرن به کشوری که باید کالا را وارد بکنن مهن. یا اجناس را وارد بکنن اونجا میشه باز مستقیما تبدیل میشن امه. و اوج اینا چرا همین ای سیستم در افغانستان وجود نداره رو ما بانک مرکزی داریم و همیشه دیره گفتن که ما کوشش میکنیم کنترل بکنیم بازاره شما میفهمین که در افغانستان چندین ده دهه جنگ تیر شدن امه. و ما یک کشوری هستیم پسا جنگ هستیم امه. بناهن در ایجا یعنی خود د افغانستان بانک استن یعنی بانک مرکزی ما و شما در اینجا هم یک سلسله اصلاحات که باید در گذشته ها در گذشته ها باید می بود متاسفانه چه اغسی و نشو ولی اوس خوشبختانه او ایا سلسله تغیرات پکې راغلې دي لکه خپل خلیل صدیق محترم ډیر یو تکړه بانکر ده همدارنګه نو یو مووین دو مووین ماریفی کړه د پونوم دی محمد قاسم رحیمی چې هغه هم ډیر یو تکړه بانکر ده او خوشبختانه چې ځوان هم ده نو د دې په هیله باندې چې د تجديد توجه وکي د دولسم ماده د اساسي قانون لمخینه ییکی از وظایفه بانک مرکزی ای است که چگونه اینها پول نشر بکنند و برای تطبیقشان پالیسی پولی را ایجاد بکنن و سیاست پولی را ایجاد بکنن امیدوارستم که در این اینا توجه خاصی اما در چندین سال مثلا در افغانستان نمی اصلاحات و با بارآمد بعد از جنگ ها مثلا یک حکومت داشتیم یک کشور رو به انکشاف بودیم به این می خیلی توجه جدی نشده. حالا توجه, توجه بکنم واضحه که توجه خاصی هم نشدن و با بانکرایی که باید می بودن بانکرای سابقه که تجربه دار بودن اونا باید بانک استخدام می شدن متاسفانه که آنچنان نشدن بیشتر در او وقتا نسبت به فیلن،, فیلن یعنی دیره مسلحاتونه په پوام کې نیول کېدل <تصفح> دی مسلحاتونه لپاره خلک راتللی شول بيدون لدینه چې هغه دې مسلک دی بانک وی دی هغه دې مسلحت اقتصادي په بانک کې دی وظیفه او خلک متأسفانه غفلت نه یانه ممکن کې یو سلسله مجبوریتوي امو زمان البته هم <تصفح> شاید نه بودان و یا ورته در جار جنجال د کشوراست وخت پیدا نمشه به یې مثلا که متوجه پول باشن متوجه ازی باشن که دواهایی که وارد میشه صادراتی که داریم واردات داریم مشکلات زیاد است اول اینجا جنجال خود ما باید حل شوه <laughs> پیامت ها چی هسته از پول خارجی استفاده بکنن در بعضی ولایات چه مشکلات چقدر ببینین اول اگر ما به ماده چهارم قانونی اساسی مراجعه بکنیم که در اونجا میگن که به تمام عتبای افغانستان اف... کلمه افغان خطاب میشن بله. وقتی که ای هستن پس در ماده دوازده قانون اساسی که بانکنوت های ما افغانی هستن اې هویت ماره ثابت میسازي که چیرته مونږه افغانه استعمال نکړو نو دا زمونږه ته څو منفي پایلې راولي او که استعمال کوچو مثبت ګټه راځي کنه یو له هغه نه زمونږه هویت د سوال لاندې راځي او که چیرته استفادت نه وکړو زمونږه هویت یعنی خپل مونږ ته احترام کړای دا دویم دا چې اقتصادي ګټه زمونږه لپاره ډېره زیات دي که چیرته مونږه په داخله د افغانستان کې افغانه نډېره استفاده نو موږ ته اقتصادي ګټه مستقیمه نه د افغانانستان دولت ته او د افغانانستان خلکو ته په کله کې راځي نو ایجاب کوي چې مونږ باید افغانیونه استفادہ وکړو ګوري کچیر ته یو سفر علمی باندې ترکیه دتلایو مو زالبته دا یو مثال ورکوم نو ره وادونه ممدا سې دي اغله ته خلک ډیري اغه کوي په انګلیسی به پویږي ولی په انګلیسی ژبه تاسو سره خبرې نه کوي أما ترکی ژبه باندې تاسو سره خبرې کوي کچې ته تاسو 100 ډالر ورکې نو تاسو نه ډالر نه اخلي په دکانونو کې په هیڅ صورت نه اخلي هغه وایي چې موږ ته خپل لیراد یې د هغه کرنسی دی وی لیرې موږ ترا مجبور است چې مون نفر باید بوره بشین چې انځه تبدیل وکړو خلاص خود مردمشان یعنی خود مردمشان میخواهند کې والای خودشان قانون ته تدوین وکونند بیا از اتفاق اتحادشان میشو bale امروز شما چن مدته پیش دیدئ که کودتا اینا آه. ناکام ساختن بای. یعنی کی ناکام ساختن مردمشان مردم توانستن بلد. که کودتا حالا یک سلسله مسائل می به می قسمتم در کندار خصوصا اجرا شده و مردم هم خود جوشانه به این توجه کردن که باید کلدار استفاده نشه در کندار و کماندان هم نیشان هم خیلی تاکید به ای داره ای چقدر میشد و نفشان باشه و چقدر رزی پیروی خواد کرد مردم چقدر زیاتر خواد شده مو مفکوره ها بیشتر خواد شده جه. این یک گام نیکی هستند یک اقدام نیکی هستند که از طرف مردم و جوامع مدنی امه. صورت گرفته قابل تقدیر هستند ولی در این عرصه ایجاب میکنه که خود حکومت هم توجه جدی بکنن بالخصوص در افغانستان بانک که مسئولیت اساسیشان هستند که امه. باید توجه جدی بکنن تا که کالدار در افغانستان کاملا از خرید و فروششان از بین ببرن و افغانی را رایج بسازن امه. قدر مشکلی نیستن که یعنی راه های حل وجود دارن که باید اینا انجام بدن می که هر کسی که کالدار استفاده می انها را مجازات بکنن،, بله. جریما بکنن. مجازات بکنند جریمه بکنن در او صورت میشه که ما بتانیم که کالدار در افغانستان یعنی با خرید و فروش شان است و این بباریم به خود افغانی در بلد. آن ولایت در, در ننگرهار بشین مستر در ننگرهار بیشتر بعضی کس ها رو بپرسی چرا مثلا از کلدار استفاده میکنین به جای افغانی باید افغانی استفاده شود جوابشون این است که یعنی کلدار برشون ارزان تر تمام می‌شود. وقتی که کرای موتر میتا یک جای تا یک جای دیگه میرن به جایی که پنج افغانی بتن پنج کلدار میتن به ما هم قبول میشه اگر اینا معادل بکنیم ما تقریبا نیمه افغانی بر میشه برعکس Eta gure marxen, ino metan, Namikiran. می مثلا میگن که تاکسی بگیری صد افغانی هم بدی صد افغانی را میگیرن یک جایی میرسانن صد کل هم بدی صد کل هم قبول میکنن یعنی تو یک مسائله وجود داره که مردم فکر میکنن که نمی بنفع ماست فایده ماست چرا مثلا به جای صد افغانی صد کل دار که کمتر ازو میشه این ضعف ضعف امو ادارات محلی هستن امه. که اینا نتوانستن امه. که برای مردم با که شما اگر افغانی استفاده بکنین چی سودهایی را با براتان میارن و واقعا که با بار میارن این ضعف مسئولین ولایتی هستن اما راه حل ها وجود دارن مثلا میتونن که افغانی را در تمام ها و در تمام شهریان یعنی رایج شون قابل تق... خرید و فروش شون در او صورت باز نیاز نیستن اینالی اگر نیاز باشن چرا خیلی در قابل از کالدار استفاده نمیشن بله. یعنی یک اقدام, کلی نیاز دارن <تصفح> که اقدام کلی <تصفح> شون هم از طرف مردم و هم از طرف حکومت باید پیگیری شون به نظر شما چقدر خوب است آقای عدیر که یک مرجی باشه با تایید درفای شما که جریمه بکنه و هر کسی که استفاده از پول خارجی میکنه فقط جریمه شوه فکر کنم یک بار دو بار اگر جریمه شوه بارسی سیوم اقدام نخواد کنه اگر به زور هم کسبتش نخواد بگیره خوب نیست بهتر هستن ولی اول برای افغان ها این لازم هستن که اینا تجربه بکنن اینا برایشان تجربه شونه شدن برایشان کمی متوجه شون شوند اینا که زمان در پاکستان میرن اونجا اینا اکثرشان یعنی اگر پول افغانی را در جیبشان گیر بکنن اینا را یک چند ساعت حد اقل ازار از شان میکنن یک چند سال حد ولی اگر در افغانستان این ای پول استفاده میکنن پس امو هویت خود ببینن که چرا ما را اونجا اونها ای بله. این قدر میکنن ای ما را توهین میکنن چرا ما اینجا از کالداری از وا استفاده بکنیم از این بود باید برشان نگاه کنیم ما یک مشکل داریم که ما از خودکش بیگانه پرست هستیم از یک فامیل ما گرفته تا مملکت ما بله. که مشکل ما یگان تماس هم میشه داشته باشیم بله. سفرف پن تماس ما هست به طور زنده میشه تماس بگیرین دوست عزیز یگان سوال یگان سخن داشته باشین شما هم یگان چیم داشته باشین میشه با ما شریک بسازین یک مسئله مسئله دیگه شما گفتین باید مردم خودشان اقدام بکنن و اینی فرصت کالا به دست آمده دمی ارتباطات افغانستان با پاکستان خیلی به وضعیت وخیم قرار داره و چقدر میشه از این استفاده درست بکنن که تحریم بکنن افغانها بیشتر چیزای پاکستان هم مثلا چندی پیش تاجرها تحریم کردن آرد شد آرد افغانستان نکردن که سر صدای پاکستانی ها برآمده بود میشه که از این استفاده بکنن که بالای پاکستان هم فشار بیاریم این یک اقدام نیک هستن که مسئولات ادامه سلام بر شما

نرخ هم بلند است ما ما بسندار هستم مواد خوراکی تا دست شکر اساسون از یک 1000 افغانی بالا رفت خود عبدت پولیس میرسه یک گوشی برنج بسکاتی اساس ایسا جان درست نمیه <applause> تشکر گرفتیم موضوع را گرفتیم تشکر به سرجات یعنی سوالش اون است <applause> که حکومت توجه جدی نداره در بازار اینا میگن ما یک دکاندار هستم زمانی که مثلا امی اجناس به دلار خرید و فروش میشه نرخ دلار هم به نو استاد نیست مثلا تا بالا میشه مجبور هستم مثلا دکاندارا هم باز بلند پایین بکنن نرخ یعنی یک تعادل درست وجود نداره که حکومت کنترل بکنه دی هر چی میگین شما ایجاب میکنه که باید گرچه به اساس ماده 11 قانون اساسی که بازار بازار آزاد هستند بله. ولی در عین حال حکومت میتونن که از راههایشان باید وارد بازار شوند و بازار را کنترل کنند کنن. ایجاب میکنه که باید بازار کنترل کنه و از طرف حکومت هم اقدامات جدی صورت بگیرن قسم که خود مردم عالی خود جوشانه میخواین که باید افغانی رایج شوند بله. باید از افغانی استفاده, استفاده شوند در داخل افغانستان ایجاب میکنه که از این فرصت حکومت هم استفاده بکنن و از امون مجراهای قانونی و مشروعشان وارد بازار شوند و از این خرید و فروشی که بلده. با کرنسی های خارجی صورت میگیرند بیشتر اجناسی که میاید داخل بازار افغانستان مثلا الکترو مسوای الکترونیکی موبایل از کامپیوتر از این اینا بیشتر با دلار خرید و فروش میشه خصوصا در پا، کابل پایتخت ما شاید ازی ای هستیم هیچ قدر میشه شکننده باشه با وضعیت مثلا بین مستقیما تبدیل بکنه میره به افغانی بفروشن مستقیما میگن که نه دلار هست نه میگن که نه افغانی معادله شرط اینجا ضرب بزنن بگن که نه افغانی میشه ما گفتم که بازم کنترل کنترل دولت باید بالای بازار وجود داشته باشن و این قابل کنترل هستند دیگه کشورها به نام بونس که یک خط تاهودی هستند برای مردم داده میشن در داخل کشور که شما امو کرنسی های خارجی را اینی تا خط ما میتیم پنج, افغان... پنج پولشان یعنی بالاتر برتان ما می خریداری میکنیم شما امو دلار یا پولای دیگه خارجی که هستن ای را جمع وری بکنین برای ما بتین و ما در مقابلشان برای شما اینی سود و یک فایده براتان میتیم اگر این شوند هم مهم. بهتر هستند که هم دلار از بازار جمع میشن ولی این کار کار باز هم میگم که افغانستان با بانک, بانک, بانک هستن هست. و باید اینا ایر انجام بدن گرچی از طرف دیگه در افغانستان متاسفانه بگویم که ما اکشنای از طرف ایچی داریم در افغانستان بانک داریم یعنی هفته یک بار و دو بار اینا اکشن میکنن میلیون ها دلار به بازار عرضه میکنن تا که تاکه تا که, که دلار پایین بیارن خشانه بله. و افغانی بالا برند یعنی از این خاطر هم هستن ما از چند بود یعنی دوچار مشکلات هستیم و ناامنی هم بالای از این بله. که عرض بکنم بله. ناامنی هم بالای افغانی مستقیما تاثیرگذار هستند که همو اعتبارشان صدما وارد بکنن یا یعنی نامنی هم و همچنان که بعضی از ولایاتی که مربوط هم مرز با کشور ایران اینا استفاده از است تومن میکنم. یک مسئله دیگه مثلا این بانک مرکزی یک برنامه داشته باشن جوان را مثلا هر یک ماه دو ماه یک دفعه ببینن که جوان نخبه افغانستان چی طرحی داره به خاطر بهبودی امی وضعیت از او استفاده بکنن این یک راه درست نیست مثلا نمو که واقعا میشه به دردشون بخوره اونها رو بگیرن استفاده بکنن طرحی که جوان ها به کار میخوره و امی مشکل حل میشه بگذرن از او چقدر میشه که گذار باشه راه خوبی هستن و میتونن که جلوگیری بکنن گرچه به اساس قانونی اساسی افغانستان د افغانستان بانک و وزارت مالیا و و یعنی کمیته مشترکی از طرف وزارت مالیا و افغانستان بانک و پارلمان افغانستان ایجاد میشن در رابطه با سیاست های پولی افغانستان و نشر و تطبیق این سیاست ها وجود دارند. میشن که در این کمیته به طور دوامدار جوانا و یا هم تجارای بزرگ در اونجا اشتراک بکنن و راه های بیرون رفته برشان پیدا بکنن که اینا چی قسم باید پول اینجا در افغانستان بانک بگذارن زمانی که اینا کالا را از کشور خارجی وارد میکنن و از اونجا پس اینا براحتی بگیرن برشان بسیار آسان هم تمام میشه و تاثیرات مثبتی هم دارند بیشتر کدام ولایات استفاده میکنه از کل در افغانستان؟ بیشتر هستن که با, با پاکستان متاسفانه همجوار هستن و یا به خط دیوران نزدیک هستند مثلا قندهار است و ننگرهار است و خوست و کنر و ای ولایت ها استفاده میکنن بله شما پیشترم به این اشاره کردین که مثلا ترکیه را مثال دادین گفتین که مردم خودشان نمیخوان مثلا دلار دا اونجا استفاده شود یا انگلیسی صحبت شود در حالی که میفهمند باید میفهمن. هرکس کس اونجا یا ترکی صحبت بکنه یا یک ترجمان ترکی داشته باشن این می مفکوره به فکرشان است و سرشان است که باید همین گونه پیش برن حالا یعنی می مفکوره چگونه با بین با مردم افغانستان رواج شود چی کارهای صورت بگیره که یک دفعه بیاین و شار شوند که نمی افغانی هویت ملی ما هست چرا از این استفاده نکنیم چرا مثلا بیایم کلدار استفاده بکنیم ولی که به فایده ایمان باشه <applause> مثلا وقتی که از افغانی هم استفاده میکنیم میشه که به نفع ما باشه میشه که آیسایسا نفع ما را بفهمیم یعنی می مفکوره چگونه میشه بین مردم رواج پیدا کرد یا برشان تزریق کرد ببینین ای بر گردن به سطح آگاهی و دانش همان کشور که مردمشان چقدر سطح دانش و آگاهیشان بلند هستند منافع ملیشان چقدر درک میکنن گرچه در این مورد یکی از علمای حقوق بین الملل مورگنتا شش فاکتور پیشنهاد میکنه که یکی از او فاکتورها فاکتور آگاهی سیاسی او مردم هستند از ملت هستند ترکیه کشوری هستند یک بارگی به با این سرحد نرسیدن مم. ترکیه کشوری هستند که به شکل تدریجی تکامل کردن و رشد کردن ببینن اونجا اگر کسی اگر کسی سیگار میکشن یک نمونه را میگم اگر کسی سیگار میکشن او باید برن به با بیرون از سقف باید خدا بکشن. فضای آزاد, مم. اگر در دا داخل یک فضایی که سقف داشته باشه اینا بکشن خود مردمشان او را نمیمانن اول اگر قبول نکردن او شخص با خود مردم اقدام میکنن برای پلیس اطلاع میتن که در اینجا ایشون این کار شدن و سه هزار لیره او میکنن؟ عین زمان او را جریما میکنن ولی در افغانستان متاسفانه که سطح اگاهی پایین هستن اگر کسی چنین اقدام بکنن و یا هم قوانین به شکل طبیعی بالای خود تطبیق بکنن متاسفانه کلمه وجود دارن که میگن که شما اشخاص و افراد گوسفندی هستن کاری که کسایی ببینید در این عرصه کار همه اطباعی افغانستان هستند ببینید در ماده هفت قانونی اساسی وجیبه تمام افغان ها هستند بله. که در رابطه با حاکمیت ملی ام. و در رابطه با حوادثی که بالای افغانستان واقع میشن باید از او جلوگیری گیری بکنند یعنی وجبه همه افغان های ما هستند بله. وجیبه همه هستند که باید اقدام بکنند دست بکار بشوند و از این جلوگیری گیری بکنند هر کس وظیفه داره هر دارن. کس اساس قانونی اساسی بله یک مسئله است یعنی اول یک فکر نمیکنید که یک فضای مهیا شده که بتونیم پیشتر مشوره کردم اموال پاکستان یا پول پاکستان را چون ما میبینیم که پاکستان چی وضعیت را میاره بالای افغانستان و آگاه کلگی آگاه هستن این مسئله مثلا،, مثلا یک متعلم بپرسی وضعیت چگونه است میگن که در عقب این وضعیت در افغانستان پاکستان وجود داره یعنی ای این مفکوره با فکر مردم وجود داره بب. پس این یعنی یک رای آسان نیست که همین لحظه مثلا بتونه خصوصا ملایمامای مساجد خصوصا رسانه ها یک برنامه بسیار خاصی داشته باشند که فکر مردم را بیارن به طرف استفاده از افغانی بکنن بسیار مهم هستند ما گفتم که از این فرصت میتونن که حکومت خوب استفاده بکنن و حقشان هستن حقشان هستن گرچه اقدام باشا. کردن مثلا کماندان امنیه و والی قندهار اینا اقدام کردن و مهلت برشان تعیین کردن که تا این قروز اگر شما کالدارتان کاملا به افغانی تبدیل کردین و یا هم که دارین در دکان و یا دست در, در جیبتان دارین او را تبدیل بکنین در غیر آن صورت باز دست بکار میشن و آن چیزی که قانون ایجاب میکنه مجازات که برشان پیشبینی کردن او را تدبیق خواد کردن یک اقدام خوبی هستند همچنان در نگرهار هم والی ا ما از شان شنیدیم یعنی والی جلالباد گفتن که ما برشان مهلت دادیم که تا چند روز باید اینا ای کالدار خود تبدیل بکنن به افغانی و افغانی را رایج بسازند در غیر آن صورت ما از راه های قانونی دست به میشیم بله. و از طرف دیگه مردم همچنان خودشان تا جای خواستن و میخواین مم. که باید افغانی استفاده صورت بگیرن افغانی استفاده صورت بگیرن میمانند موضوع موضوع پاکستان موضوع پاکستان یک موضوع سیاسی هست و ایجاب میکنه که ما افغان سیاست حکومت خود دنبال بکنیم و حکومت خود حمایت بکنیم پس در این صورت میتونیم که حکومت خود قوی بسازیم علیه هر کشوری که باشن این حق مشروع حکومت ما هست این حق مشروعی مشروع ملت ما هستند که باید از هویت ملی خود دفاع بکنند بعد اتفاق داشته باشیم اتحاد داشته باشیم برادری و همبستگی سلامت باشین شما که حضور یافتین به برنامه